سنگ لحد چیست؟ دلایل استفاده از آن. آیا برخورد سر میت با سنگ لحد واقعیت دارد؟ آیا این مسئله حقیقت دارد که در روز اول قبر افراد برای لحظه ای زنده می شوند و به محض اینکه سر خود را بلند می کنند سرشان به سنگ قبر می خورد و آن وقت است که می فهمند اینجا کجاست؟ سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. لحد چیست؟ لحد شکافی مستطیل شکل که در انتهای قبر در سمت قبله کنده می شود و مسلمانان مردگان خود را در آن دفن می کنند. فلسفه بستن لحد نرسیدن خاک به جسد است. لحد شکافی مستطیل شکل است که از کندن کناره قبر به وجود می آید. برای ساخت لحد، کناره انتهایی سمت قبله قبر را به درازا به اندازه‌ای که مرده را در آن بخوابانند می‌کنند. سخنان بزرگان اسلام درباره اهمیت سنگ لحد. فقیهان مسلمان بستن لحد را مستحب می‌دانند. همچنین فقهای بزرگ شیعه به حکم کردن آن با گل و خواندن دعایی خاص هنگام چیدن سنگ لحد سفارش می کنند. بر پایه فقه شیعه بستن لحد با خشت مستحب است. فلسفه آن نرسیدن خاک به جسد مرده دانسته شده است. با کار بردن سنگ، نی، چوب یا هر چیزی که از رسیدن خاک به مرده جلوگیری کند نیز جایز است. نظر فقهای اهل سنت در رابطه با سنگ لحد. برخی از فقیهان اهل سنت استفاده از چوب و خشت پخته شده را برای بستن لحد مکروه دانستند. فقهای شیعه بر پایه روایات گفتند بهتر است سنگ لحد با گل محکم شود. چرا روی قبر سنگ لحد می گذارند؟ روح میت زمانی که جنازه را غسل می دهند و راهی قبرستان می کنند از بالا نظارگر تمامی ماجرا است. وقتی خوب به جسد نگاه می کند متوجه می شود که می خواهند او را دفن کنند. در این حالت سعی می کند اطرافیانش را متقاعد کند که زنده است، اما کسی صدای او را نمی شنود. زمانی که میت را دفن می کنند همچنین تصور می کند که از دنیا نرفته، تا اینکه تصمیم می گیرد از جای خود بلند شود و سمت خانه و خانواده اش شود. وقتی می خواهد بلند شود سرش به سنگ لحد برخورد می کند و اینجاست که متوجه می شود مرده است. البته این روایت بیشتر تمثیلی و استعاری است، نه اینکه جسم میت واقعاً به سنگ برخورد کند. پس از آنکه میت به مرگش پی میبرد یاد دنیا و اعمال اشتباهش میافتد. همه به این فکر میافتند که چگونه میخواهند جواب گناهانی که مرتکب شدند را بدهند. پس از خدا میخواهند که او را به دنیا بازگرداند شاید بتواند کارهای اشتباهش را جبران کند. در اینجا ندا میرسد اگر با قاطعیت می گفتی که جبران می کنی تو را به دنیا باز می گرداندیم. تنها راه بازگشت مردگان به دنیا درخواست قاطع از خداوند برای جبران است. خداوند می فرماید که اگر انسانها را به دنیا بر می گرداندم دوباره همان کارهای پیش را انجام می دادند، بنابراین بازگشتی در کار نخواهد بود. تفاوت لحد و ذریح و دلیل انجام هر کدام. لحد به معنای انحراف است.
یا کسی که از راه راست منحرف شده باشد. اگر کسی از آن راه منحرف شد میگویند التحاد، یعنی منحرف شد. مردگان را به دو شکل ممکن است دفن کنند، البته در مورد مسلمانان، وگرنه مسیحیان مرده را در تابوت دفن می کنند. مسلمانان مرده را یا به شکل ذریح دفن می کنند و یا به شکل لحد. ذریح، ذریح عبارت است از اینکه مرده را در قبری قرار می دهند که سراشیبی دارد و رویش به طرف قبله است و پس از آن بالای آن سنگ می چینند و طوری که سنگ با بدن مرده در تماس نیست و پس از آن برای اینکه خاک روی مرده نریزد لای سنگ ها را گل یا گچ می گیرند و پس از آن روی آن را خاک می ریزند. این البته صرفاً برای احترام است، وگرنه مرده روحش که در قبر نیست یا در جهنم است و یا در بهشت. همچنان که شستن مرده هم به خاطر احترام است، وگرنه چه لزومی دارد که او را با آب سدر یا آب کافور بشوییم؟ پیچیدن در پارچه سفید و تشییع و غیران هم همه برای احترام است، وگرنه مرده پس از چند روز متعفن می شود و کر می افتد و خلاصه از خاک هم بدتر می شود. اینکه ذریح حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها را به این اسم می نامند به همین خاطر است. تفاوت‌های این دو. نوع دیگر دفن کردن، دفن در لحد است. بدین ترتیب است که پس از آنکه قبر را کندند و به پایین رفتند، طرف قبله قبر را می شکافند تا مرده را در داخل آن قرار دهند. در آن صورت روی مرده به طرف قبله خواهد بود و پشت آن به طرف شکاف می شود. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکس میدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکس میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.